بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. مجموعه خبری 53 را پی میگیره. ما در آغاز سرخط خبرها. وعده دست دومی وزیر معارف به اعضای مجلس. وزیر معارف میگوید رئیس جمهور به وی وعده داده است که مشکلات آموزگاران حل خواهد شد. تأکید وزیر مالیه بر مدرنسازی سیستم بودجوی. وزیر مالیه میگوید که پس از این در روند بودجه سازی به ولایت های کمتر توسعه یافته توجه بیشتر خواهد شد. و تصمیم امریکا برای اعزام یک قوای نظامی به اروپا. امریکا قصد دارد برای تقویت ناتو یک قوای 5000 نفری به اروپای مرکزی و شرقی اعزام کند. امروز چهارشنبه است، سوم سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 24 جون سال 2015 میلادی. مجموعه خبری 53 با من محمد سجاد یاسا. وزیر معارف کشور می گوید که مشکلات آموزگاران را به رئیس جمهور رسانده است و رئیس جمهور برای حل این مشکلات به او وعده داده است. به گفته وزیر معارف، در سال جاری نیز بیش از 1000 جریب زمین برای آموزگاران در ولایت‌های مختلف توزیع شده است. وزیر معارف همچنان گفته است که طرح را به هدف تعدیل ماده 23 قانون خدمات ملکی تهیه کرده است. در همین حال وزیر معارف کشور می‌گوید که بهتر است به جای توزیع زمین به آموزگاران خانه‌های رهایشی توزیع شود. شرح بیشتر از حضرت محمدی. شماری از آموزگاران چند روز پیش در شهر کابل و برخی ولایات کشور بعد دلایل عدم رسیدگی دولت به خواستهایشان دست به اعتراض زدند و دروازه های مکاتب را برای دانش آموزان بسته بودند. این آموزگاران چهار خواست داشتند: تعدیل ماده 23 قانون خدمات ملکی که به اساس آن آموزگاران می توانند صاحب امتیاز شوند و ابقای قدم نیز رفع شود، ساعات درسی نیز نظر به سن آموزگاران تنظیم شود، توزیع نمرات رهایشی برای آموزگاران و نیز توزیع 8 میلیون افغانی از پول امتیازات منطقوی که رئیس جمهور با آنان وعده سپرده بود. مجلس نمایندگان به همین دلیل وزیر معارف، رئیس اصلاحات اداری، وزیر مالیه و رئیس اداره مستقل اراضی را جهت پاسخگویی به پرسش نمایندگان به مجلس فراخواند تا در خصوص مشکلات آموزگاران با آنان پاسخ بگویند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان حکومت را متهم میکنند که در امر توزیع نمرات رایشی با آموزگاران کمکاری کرده است و در بسیاری از مناطق بعد دلیل کم توجهی وزارت معارف زمین های آموزگاران از سوی غاصبین زمین غصب شدند. معلم یک نمره هم داده نشده، بعضی از معلمین تا 2.5 لک خریدن که دو ماه قبل به ورشی گرگم اونا آرز شدن که زمینی که مربوط به معارف بود به دیگه شهرک توزیع شده و در دیگه ما زمین هم نداریم. این نمرات خصوصا در ولسوالی سرخود دو سال قبل عرفان صاحب هم تشریف داشت، امره امو معلمین ولسوالی و زمین از اینا را غاصبین غصب کرده و تا امروز اونا چندین بار مکاتب مزدود ساختن لیکن همی مشکلشان حل نشده. در همین حال وزیر معارف کشور میگوید که همه خواستای آموزگاران را به رئیس جمهور شریک ساخته است و رئیس جمهور نیز وعده همکاری در امر حل این مشکلات را با آموزگاران داده است. وزیر معارف کشور میگوید که ساعات درسی و نیز توزیع نمرات رایشی برای آموزگاران مشکلاتی است که برطرف شده است. با گفته او امسال نیز بیش از هزاران جریب زمین در کابل و ولایات برای آموزگاران شده است. در همین حال وزیر معارف کشور با توجه به تنگ دستی آموزگاران از دولت خواست به جای توزیع زمین با آموزگاران خانه های رایشی توزیع کند. معلم افغانستان از لحاظ ای که معاش بسیار اندک و ناچیز داره، وقتی برش زمین توزیع میشه او توان آبادی و ساختمان و اعمار از او را نداره. بنابراین هرگاه حکومت یا دولت در مجموع تصمیم بگیره که برای معلم ها خانه های رهایشی علل اقل دو اتاق هم اگر جور کنه یا یک اتاق یک سالون برش جور کنه که دو اتاق حساب شود،
برای معلمین داده شود، این بهتر از این است که زمین سفید برش داده شود. با گفته وزیر ماری فنان در صحبتی که با آموزگاران در مرکز و ولایات داشتند، آموزگاران خوان تعدیل ماده 23 قانون خدمات کارکنان ملکی شدند و می خواهند که ابقای قدم نیز رفع شود. با گفته با تعدیل این ماده قانون امکان دارد که به معاشات معلمین نسبتا توجه شود. در امین الرئیس کمیسیون اصلاحات اداری گفته است که در نظر است تا در توانی با اداره مربوط در امر حل مشکلات آموزگاران در راستای تعدیل این ماده اقدام جدی شود. با تعدیل از این قانون امکان از این برشان میسر میشه تا معاشای از اینا معاشای معلمین نسبتاً توجه شود و او امتیازات برایشان داده شود. طرح جدید نهایی شده و این نیازمند تعدیل دو فقره از ماده ششم قانون کارکنان خدمات ملکی است که انشاءالله با تعدیل شدن این فقره های ماده ششم قانون کارکنان خدمات ملکی مشکل امتیازی و ارتقایی صنف معلم در اداره ملکی افغانستان برطرف خواهد شد. رئیس جمهور غنی در نخستین روز سال با نواختن زنگ مکتب با آموزگاران وعده سپرده بود که 800 میلیون افغانی امتیازات منطقوی از بودجه دولت را برای آموزگاران تخصیص می‌دهند. یکی از خواست‌های اصلی آموزگاران هم همین است. اما وزیر معارف کمکاری را از وزارت مالیه می‌داند و معین وزارت مالیه می‌گوید که تا آخر سال این مشکل حل می‌شود. 800 میلیون افغانی بود که او 800 میلیون ما به وزارت محترم مالیه ما نبودیم در او وقت، وزارت معارف در او وقت به وزارت محترم مالیه نشته کرده که 800 میلیونی که رئیس به جمهور وعده کرده ای را شما بپردازید. جواب مکتوب برای وزارت محترم معارف ارسال شده که فعلا اینا از داخل بودجه خود استفاده بکنن، چون آل ما بودجه در جریان است، در جریان اجرا است، بررسی وسط سال که حدود یک ماه بعد اجرا خواهد شد ما او را در بودجه قسمی که در مکتوب ذکر شده مد نظر خواهد گرفتیم. نمایندگان مردم همچنان توزیع نمرات رایشی در ولایات برای آموزگاران را رد میکنند و میگویند که آنان شاهد توزیع نمرات رایشی برای آموزگاران نبودند. اما رئیس اداره مستقل اراضی میگوید که به درخواست ریاست جمهوری بیش از 56000 جریب زمین را که دشته های بکر و باهیر و ملکیت دولتند و وزارت معارف جهت ایجاد شرکای رایشی برای آموزگاران انتقال داده است. با اساس حکم و مساوی مربوطه ما تا فعلا 56382.36 جریب زمین به جانب وزارت بسیار محترم معارف انتقال دادیم. این در حالی است که با گفته وزیر معارف تعدیل ماده 23 قانون خدمات ملکی نیز زمانگیر است و از آموزگاران خواست صبر و حوصله کنند. طرح سند ارزیابی تهدیدات ملی دیروز در شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است. دفتر رسانه‌های ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه گفته است که در نشست روز گذشته شورای امنیت ملی این سند از سوی وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و اداره‌های مستقل ارگان‌های محلی مورد بررسی قرار گرفت و سپس تصویب شد. ریاست جمهوری این سند را جامع عنوان می‌کند، اما درباره جزئیات آن چیزی نمی‌گوید. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگویند که ولسوال کشم این ولایت از اثر ماین جاسازی شده در مسیر را زخم برداشته است. احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان گفته است که حوالی ساعت 9:30 صبح امروز عبدالجبار مصدق در محوطه ولسوالی زخمی شده است. آقای فروتن افزوده است که وضعیت ولسوال وخیم است و به شفاخانه انتقال داده شده است. پیشتر و در صحن علنی مجلس عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان از مرگ آقای مصدق خبر داده بود. شماری از اعضای مجلس نمایندگان یک بار دیگر از گسترش ناامنی ها در کشور نگرانی می کنند. به باور این نمایندگان ادامه سرپرستی در ولایت ها باعث شده است که دامنه ناامنی ها به شهرهای بزرگ کشانده شود. در همین حال اعضای مجلس نمایندگان نیروهای کشفی را به ضعف در امر پیگیری حملات طالبان متهم می کنند. حضرت محمدی گزارش می دهد.
حرفهای تکراری نمایندگان که تا هنوز دولت به آن توجه چندانی نداشته است. ادامه سرپرستی ها در ولایت ها باعث افزایش بدامنی هاست. برخی از اعضای مجلس نمایندگان بار دیگر جانب حکومت را گوش زد می کنند که به ادامه سرپرستی در ولایت های کشور نقطه پایان بگذارد. با باور این نمایندگان ادامه سرپرستی در ولایت های کشور سبب شده است تا دامنه ناامنی ها به شهرهای کلان کشور کشانیده شود. قطعاً به صلاح افغانستان نیست به این غایله نقطه پایان گذاشته شده باشه. بار بار از طریق شورا جانب حکومت و رئیس جمهور و رئیس محترم اجراییه را مخاطب ساختیم. بازم تاکیدمان به ایست که و به این غایله هرچی عاجل نقطه پایان گذاشته شود باید والیای خدا به معرفی بگیرند. بی نظمی ها خاتمه بدین، به این حالت بی سر و سامانی ها خاتمه بدین، مسئولی را تعیین کنین که بتواند به اوضاع نابسامان ولایات که هنوز تحت برنامه های سرپرستی است و این بی سامانی ها خاتمه داده بشه و مسئول بشن و مسئولیت احساس بکنن. در این حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز با توجه به حمله گروه طالبان به ساختمان شورای ملی تیر انتقادشان را به سمت نهادهای امنیتی نشانه رفته و نهادهای کشفی را به ضعف در امر پیشگیری از حملات طالبان متهم میکنند. ضمن که آید از پارلمان میان از دیگر ارگانه ها هم آید شما بگیرین که این قضیه از لحاظ تکنیکی بررسی صورت بگیرن. مسئولیت دستگیری کسایی که بخواسته باشند به یک عملیه انتحاری دست بزنند اونا را دارند. نمایندگان مردم بحث روز چهارشنبه را تنها به مسئله بدامنی ها خلاصه نکردند. حرف و حدیث های نیز در مورد روند صلح و چگونگی مدیریت این پروسه سوی نمایندگان رد و بدل شده است. برخی از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که روند صلح افغانستان به دراما مبدل شده است. با باورشان صلح‌خواهی با شیوهی که حکومت افغانستان در پیش گرفته است نتیجه نخواهد داد. چه دا یو دراما ده په دې درامه باندې چې باید یو خو ملي شورا دغه کبه بودیجه چې د سولې دپاره منظوریږي او د دوی د خوانه پاس کیږي د دې مخه ونیسئ. دغه یو درامه ده او محدود یو څو کسانو په دې د افغانستان په ملت باندې لوبې وکړي. تو برخواست جز از این که برای مخالفین جنگیتان هویت ببخشه، جز از این که پایگاه سیاسی رو برایشان تیره‌تر بسازه، این خودش یک درامه است. اگر آلی از همه کسایی که با نماینده های مخالفین در کشورهای مختلف می نشینن پرسان شد که از آدرس کی رفتین، میگم ما شخصی دعوت شدیم. این در حالی است که رسانه‌های پاکستانی از قول سرتاج عزیز نوشتند که پاکستان دیداری را میان نمایندگان افغانستان و طالبان در شهر یارمچی چین سازماندهی کرده است. او گفته است که دیدار نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در اواخر ماه جاری دومین دیداری است که از سوی پاکستان برنامه‌ریزی می‌شود. این اظهارات در حالی مطرح شده است که چندی پیش حیاتی از افغانستان به ریاست محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی برای شرکت در نشست سالانه در اسلوب پایتخت نروژ زیر نام میانجیگری برای صلح به این کشور سفر کرده بودند. وزارت مالیه کشور میگوید که روند بودجه سازی را از سیستم سنتی تغییر میدهد. وزیر مالیه با تاکید بر این مطلب میگوید که در روند بودجه به ولایت های کمتر توسعه یافته پس از این توجه بیشتر خواهد شد. وزیر مالیه میگوید که انتقال پول را الکترونیکی میکند و در این سیستم نمایندگی های سیاسی نیز وصل می شود. وزیر مالیه همچنان از افزایش 17 میلیارد افغانی عواید دولتی خبر می دهد. شرح بیشتر از وثیق الله عظیمی. با ادامه ارائه برنامه های کاری صد روز نخست وزیران، روز چهارشنبه وزیر مالیه برنامه های کاریش را ارائه کرد. وزیر مالیه کشور میگوید که بودجه سال گذشته به گونه غیر واقع بینانه و سیاسی تدوین شده بود که تاثیرات منفی آن بر بودجه سال جاری نیز احساس می شود. وزیر مالیه میگوید که تلاش میکند تا در ارزیابی وسط سال این مشکل بررسی شود. به گفته وزیر مالیه، اوضاع سیاسی و امنیتی سال گذشته باعث رکود اقتصادی شد و تاثیرات منفی بر روند سرمایه گذاری در کشور گذاشته است. وزیر مالیه همچنان میگوید که وزارت مالیه با جذب کمک‌های بین‌المللی تا 3 سال آینده مشکل جدی بودجه نخواهد داشت و بودجه ملی کشور در این مدت بیشتر در جهت اصلاحات و خودکفایی به مصرف خواهد رسید. وزارت مالیه مصمم است تا روند بودجه سازی سنتی را که مبتنی بر منابع مورد ضرورت بوده به بودجه سازی به اساس برنامه
برای 3 سال و بودجه سازی ولایتی تغییر دهد. تخصیص منابع بیشتر مالی به ولایات با توجه بیشتر به ولایات کمتر انکشاف یافته و ارتباط بودجه وزارت‌ها با اولویت‌ها و برنامه‌های ملی یکی از اصلاحات عمده برای تطبیق پالیسی های حکومت است. وزیر مالی کشور برای شفافیت در سیستم خزانه های کشور از الکترونیکی شدن این سیستم خبر می دهد و تاکید دارد که در این سیستم نمایندگی های سیاسی خارج از کشور نیز وصل خواهد شد. در قسمت خزائن کارهایی که می کنیم، یکی چیزی که در 100 روز بخیر انتقال پول را به شکل برقی می سازیم که چکا مستقیما به حساب بانکی شرکت ها و بانک های تجارتی داخلی صادر شود. وصل نمودن تمام نمایندگی های سیاسی و قنسولی افغانی مقیم کشورهای دوست، تصدی های دولتی و شاروالی ها را به می سیستم مالی خود می خواهیم وصل کنیم در طول امی 100 روز انشاءالله. انتقال روزانه عواید ملی به حساب واحد خزائن که آخر روز ما بفهمیم که در خزائن ما چقدر از عواید ما جمع‌آوری شده. وزیر مالیه همچنان از افزایش 17 میلیارد افغانی درآمدهای دولتی در مقایسه با سال گذشته سخن میگوید و میافزاید که درآمد گمرکی در مقایسه با سال گذشته نیز 10% در مرکز و ولایت‌ها افزایش خواهد یافت. در قسمت عواید پلان داریم که جمع‌آوری عواید 10 میلیارد افغانی بلند میبریم ان شاء الله. تطبیق مدل‌های جدید سیستم سکتاس در مرکز آل گرفتیم که به شکل نمونه در ولایت ننگرهار و در قندهار او را عملی کنیم. ثبت راجستر حدود 2000 مالیات دهندگان جدید و اعطای نمبر تشخیصی مالیات دهی که در ظرف 100 روز ان شاء الله بلند میبریم. در قسمت گمرکات افزایش در قسمت مؤثریت جمع‌آوری عواید حداقل 10% عواید گمرکات در مرکز و ولایت با مقایسه سال گذشته. این در حالی است که وزیر مالی کشور میگوید که سیستم پلانگذاری بودجه ملی را از 16 به 25 واحد بودجوی توسعه داده است. فردی که برای افراد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی فارسی ولایت هرات کمک و تجهیزات فراهم میکرد بازداشت شده است. مسئولان محلی هرات میگویند که این فرد از باشندگان ولسوالی فارسی است و در نبردی که در اواخر ماه جوزا در این ولسوالی میان طالبان و قوای دولتی صورت گرفته بود برای طالبان سلاح و جنگ افزار میرساند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس ولایت هرات گفته است که بازپرسی از نزد این فرد آغاز شده است. و مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند که طی درگیری‌های از دیشب تا به حال 5 طالب به شمول یک فرمانده مشهور آنان کشته شدند. جوهر خان بابوری ولسوال بغلان مرکزی به رسانه‌ها گفته است که سه‌شنبه شب طالبان یک بار دیگر به پاسگاه‌های نظامیان در این ولسوالی حمله کردند و می‌خواستند اداره روستای منگل‌های این ولسوالی را به دست بگیرند، اما با واکنش سخت نیروهای امنیتی روبرو شدند. به گفته وی با نیروهای امنیتی در این درگیری آسیب نرسیده است. و اما در خارج از کشور، امریکا قصد دارد برای تقویت ناتو یک قوای نظامی متشکل از 5000 سرباز و تسلیحات نظامی سنگین به اروپای مرکزی و شرقی اعزام کند. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا که در حال دیدار از تالین پایتخت استونیا است، در یک نشست خبری ضمن موقتی خواندن این اقدام گفته است که این قوا برای مقابله با اقدامهای اخیر روسیه در حوزه بالتیک فرستاده خواهد شد. کشورهای حوزه بالتیک که از زمان الحاق شبه جزیره کریمیا به فدراسیون روسیه و بحران در شرق اوکراین نگران توسعه طلبی های مسکواند، از این تصمیم امریکا استقبال کردند. پیشتر این تصمیم امریکا خشم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را برانگیخته بود. او در واکنش به این تصمیم از تولید 40 موشک جدید قارپیما تا پایان سال جاری میلادی با هدف تقویت زرادخانه هسته‌ای کشورش خبر داده بود.
ارتش رژیم اسرائیل در واکنش به خبر عزیمت کشتی‌های موسوم به آزادی به سوی غزه اعلام کرده است که از نزدیک شدن این کشتی‌ها به آب‌های غزه جلوگیری خواهد کرد. سازمان دهندگان این کشتی‌ها با تأکید بر صلح طلبانه بودن هدف خود می‌گویند که برای عدم تکرار آنچه که بر روی کشتی مرمره در سال 2010 اتفاق افتاد از تمام امکانات خود استفاده خواهند کرد. از سوی دیگر کمیته اداری پارلمان رژیم اسرائیل در واکنش به مشارکت نماینده عرب این پارلمان در کشتی آزادی طرح لغو مسئولیت سیاسی وی را تصویب کرده است. وزیران خارجه فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین در جریان ملاقات در پاریس نگرانی خود را از وخیم‌تر شدن شرایط امنیتی در منطقه دونباس اوکراین ابراز کردند. با گفته وزیر خارجه فرانسه، چهار کشور خواستار کاهش سریع درگیری‌ها و آتش‌بس فوری شدند تا امکان پیشرفت در زمینه‌های سیاسی، انسان دوستانه و اجتماعی اقتصادی فراهم شود. شرق اوکراین از ابتدای ماه جاری با وجود توافقنامه آتش‌بس منسک صحنه خشونت بین طرف‌های درگیر بوده است. افشای اسناد جدید از سوی سایت ویکیلیکس از شنود تلفن‌های سه رئیس جمهور فرانسه توسط سازمان امنیت ملی آمریکا پرده برداشته است. بر اساس این سندها، سازمان امنیت ملی آمریکا در فاصله سال‌های 2006 تا 2012 مکالمات تلفنی ژاک شیراک و نیکولای سارکوزی، دو رئیس جمهور پیشین فرانسه، و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری کنونی کشور را شنود می‌کرده است. در پی انتشار این خبر، رئیس جمهوری فرانسه دستور تشکیل یک جلسه فوق‌العاده با عنوان شورای دفاعی را به منظور بررسی این اطلاعات صادر کرده که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. کاخ سفید تاکنون هیچ اظهار نظر در این مورد نکرده است. شورای امنیت ملی آمریکا نیز در بیانیه اعلام کرده است این کشور هیچ نوع عملیات نظارتی در خارج از کشور انجام نمی‌دهد، مگر آنکه یک هدف مشخص و معتبر در رابطه با امنیت ملی این امر را الزامی کند. دانمارک و آلمان با صعود از گروه A رقابت‌های قهرمانی زیر 21 سال اروپا جواز حضور در تورنمنت فوتبال بازی‌های المپیک 2016 ریو را به دست آوردند. دانمارک با پیروزی 2-0 مقابل صربستان در آخرین دیدار خود به المپیک صعود کرد. آلمان نیز به دنبال تساوی 1-1 مقابل جمهوری چک صعود خود را به المپیک ریو قطعی کرد. ریالدو، ستاره سابق فوتبال برزیل که پیشتر بازنشستگی خود را از فوتبال اعلام کرده بود، قصد دارد در سن 43 سالگی یک بار دیگر به میدان مسابقات بازگردد. ریالدو در تیم دسته دومی موگی میرم برزیل که خود ریاست باشگاه را به عهده دارد، تمرینات خود را آغاز می کند. هافبک 43 ساله در حال این تصمیم را اعلام کرد که این باشگاه در رده آخر 20 تیم حاضر در لیگ دسته دوم است. این بود مجموعه خبری پنجوستی. بقیه وقتتون خوش. افطار خوش داشته باشید. خدا نگهدار.